با تقدیم و سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان و علاقمندان برنامه آشپزی، خدا کنه که جور و صحتمند باشید. و دوستای عزیز، ماه مبارک رمضان بخیر سپری شد و روزای عید هم بخیر سپری شد. می خواهیم که بعد از عید، بعد از ماه مبارک رمضان، از کدام غذا استفاده کنیم، از میوه‌جات زیادتر کوشش کنیم که استفاده داشته باشیم و در کل از غذاهای استفاده باید کنیم که به صحت ما مفید باشه و بالخصوص به معده ما مفید باشه. امروز هم طبق معمول می خواهیم که سالات میوه آماده بسازیم. یکی به کدام شکل آماده می سازیم، به چه شکل؟ بسیار به شکل ساده و بسیار به شکل آسان. خب دوستانو دیر خبر با انشاءالله نکو، نو رازو در ارین توکه به وخلو. بوره، ماینوس، قیماق، میکس فروت، هوامدار است، تازه میوه جات. لومړی به داسې یو کار وکړو چې یو کاسه او یو چاړه هم باید واخلو. دا کومه میوه جات چې ده، دا باید ټول بس پین کړو، آماده کړو. په همین شکل اگر میوه جات پوست کنیم و همین شکل توته کنیم، بسیار آسان هم تمام میشه. شکل و زیادتر دوستای عزیز کوشش کنیم که ماه مبارک رمضان بخیر سپری شد، زیادتر از غذاهای استفاده کنیم که نرم و ملایم باشن و همچنان اگر از میوه‌جات زیادتر استفاده داشته باشیم خوب بسیار زیاد بهتر تمام میشه، چون بعضی دوستا وضع اقتصادشان مثلا ایجاب نمیکنن که مثلا از میوه زیادتر استفاده کنن یا سالات میوه آماده بسازن. خب کوشش کنیم که از غذاهای استفاده داشته باشیم که به مانند سوپ بسیار با قیمت بسیار کم میتونیم که ما شما در خانه سوپ ترکاری آماده بسازیم و به مانند از این از سبزیجات زیادتر کوشش کنیم استفاده کنیم، از بامیه مثلا، از دیگه سبزیجات زیادتر کوشش کنیم که در خانه نسبت به گوشت و به غذاهایی که یک ذره شم زیادتر است و پرچرب است اگر از سبزیجات استفاده کنیم بهتر تمام میشه. خود سیب هم به این شکل پوست میکنیم. پوستش دور کنیم. خب. و همچنان خب یک سیب دیگر هم پوست کنیم. این رو به این شکل پوست کنیم. و در کنار از اینکه از میوه‌جات استفاده میکنیم، از ماینوس و همچنان از قیماق استفاده میکنیم، از بوره و میکس فروت. در صورتی که اگر میکس فروت نداشته باشیم کدام مشکل نیست، میتونیم که از سیب، تنها از سیب و از دیگر میوه‌جات استفاده داشته باشیم، از میوه تازه تنها اگر استفاده کنیم هم مشکل نیست. خب یک دونه سیب دیگه هم پوست شد. این به این شکل. اندازه دو دانه سیب آماده ساختیم. خب در قدم اول سیب به این شکل توته توته میکنیم. بینیمی قطعاتی که فعلا توته کردیم دوستای عزیز، بینیمی اندازه به دقیق اندازه باید توته کنیم، چه دیر لوی هم نه او دیر وړه هم باید نی، په دغه اندازه چې ټوټه کو په دغه شکل. په می شکل تمام شه ټوټه میکنیم او سیب پوست کردیم، یک کاسه را میگیریم، تمام سیب داخل کاسه انداخته. حالا که سیب داخل کاسه انداختیم و دیگه چی کار میکنیم؟ حالا نوبت به این رسیده که میکس فروت خودش یک اندازه جوس یا آب که داره او را باید وقت قوتیش آواز میکنیم، او را باید دور کنیم. او را که آبش را دور کردیم،
میتونیم کنیم نوش جان هم کنیم، یعنی بیخی اوسو نموندازیم، بعد رو نوش جان میکنیم در گلاس به مانند جوس و بین این شکل مکس فروت داخل کاسب امرا با سیب یک جام میکنیم. این به خاطر از این امرا با سیب یک جام میکنیم که همون جوسی که در مکس فروت است سیب به خود جذب میکنه، سیب به خود جذب میکنه و همچنان بوره را بالاش اضافه میکنیم. به این اندازه بوره را هم بالاش اضافه میکنیم، بوره را هم امراش خوب مکس میکنیم. خب این که مکس کردیم این را به مدت چند دقیقه میمانیم تا که بوره خوب خود اهل بسازه، نرم بسازه. میتونیم که بوره را در ماشین الکوب هم انداخته و خوب به شکل پودری را بسازیم و همچنان میتونیم به این شکل هم استفاده کنیم. خب دوستای عزیز تشکر میکنیم از مکرونی تمنا. مکرونی تمنا غذای برای همه دوستای عزیز. شما میتونید از مکرونی تمنا استفاده کنید که هم مفید و هم ارزان. شما میتونید که از مکرونی تمنا استفاده کنید و غذاهای مختلف آماده بسازید. انشاءالله ما براتون در برنامه بعدی از مکرونی تمنا غذاهای مختلف آماده بسازم. مگر شما هم میخواین که در خانه آماده بسازید بیننده برنامه ما باشید. خب مکس فروت امراه با سیب مکس کردیم و خوب صحیح میگذاریمش به مدت 10 تا 15 دقیقه تا که اون بوره با تمام میوه‌جات و سیب تمامش هم تا خوب حل شد. بعد از اینکه حل شد تا اون وقت یکان میوه‌جات دیگر آماده میسازیم برش. یک دو دانه کیوی میگیریم، کیوی رو به این شکل پوست میکنیم، در اگر چاقوی بارم شاید کن شده باشه بخاطر که بسیارم تو خب یک دانه که دیگه هم پوست میکنیم. اینه به این شکل و میتونیم که امرو با کیوی از توت زمینی هم استفاده کنیم، ولی توت زمینی هر وقت که در سالات میوه استفاده میکنیم و یا در کدام شیرنی باب دیگه استفاده میکنیم کوشش دهی کنیم که در اخیر استفاده کنیم، به خاطر از اینکه اگر در سالات میوه در قدم اول یک جایی رو مکس کنیم باز یک نوع همو رنگ سالات تغییر میده، یعنی رنگش کاملا سرخ میگرده. به او خاطر هر وقت که میوه‌جات که قابلیت مثلا بسیار نرم میباشه و قابلیت سختی نمی داشته باشه در وجود خود باز میتونیم که او را در اخیر استفاده کنیم، مثلا کیله، توت زمینی و می شکل. اگر از مالتا استفاده کردیم و یا از کدام میوه‌جات دیگه استفاده میکنیم کوشش کنیم که در اخیر استفاده کنیم. خب حالا سر تخته را پاک میکنیم. حالا نوبت به این رسیده که کیوی را ماده بسازیم. شکل خب یک دانه کیوی دیگر هم میده میکنیم، یعنی به این شکل. خب کیوی را هم میده کردیم دوستای عزیز. حال داخل کاسه اضافه میکنیم این به این شکل. خب پیشتر یادآوری کردم دوستای عزیز که سیب میده میکنیم، همچنان مکس فروت بالاش بوره اضافه کردیم و این هم کیوی. خب کیویش یک اندازه کمتر است، من یک دانه که لاده دانه که دیگه هم پوست میکنم بالاش اضافه میکنم. بوره رو به خاطر از این اضافه میکنیم که آهسته آهسته رو شور میتیم و تا که بوره خوب سه خود عل بسازه. باز اگر به این شکل که اگر دایل کوب پرتیم و به شکل پودری را آماده بسازیم هنوز بهتر تمام میشه. دوستای عزیزی به این شکل میگذاریم و میریم یک وقفه کوتاه میگیریم. بازم خوش آمدید دوستای عزیز. خب حالا نوبت به این رسیده که دوستای عزیز یک اندازه قیماق اضافه میکنیم به این شکل. به اندازه یک قوطی قیماق اضافه کردیم و
به می اندازه که قیماق اضافه کردیم به اندازه نصف ازی باید از مایونز استفاده کنیم، یعنی به هر اندازه که از قیماق یا کریم استفاده میکنیم به اندازه نصف از او از مایونز استفاده میکنیم. خب این هم خوب صحیح مکس میکنیم. این شکلی را خوب امرو با میوه‌جات خوب مکس کردیم و خوب گاد شد. بعد از این باز دیگه میخواییم که دیگه میوه‌جات استفاده کنیم. خب دوستان و اوست نو کیله سخه استفاده کنیم. شکل چندان کیله را پوست میکنیم. این یک توی دیگر را میگیریم. این به شکل این بینیمی اندازه کیله را باید میده کنیم. این به می اندازه کیله را توته کردیم و کیله را هم بالای سلات اضافه میکنیم. خوابو می طرف میمانیم. حالا دیگه نوبت به این رسیده که توت زمینی یک چند دانه میگیریم. توت زمینی را هم به می شکل یک دانش را به چهار توته تقسیم میکنیم یا به چهار اندازه تقسیم میکنیم. شکل توت زمینی را به می اندازه توته میکنیم. حالا دیگه نوبت به این رسیده که توت زمینی را هم بالاش اضافه کنیم. در قدم اول باید کیله را با میوه‌جات خوب میکس کنیم. در صورتی که اگر میوه‌جات کم باشه میتونیم که بالاش اضافه کنیم، اگر میوه‌جات کم نباشه بس به می اندازه کفایت میکنه. خود در کل اگر کیله کم زیادتر باشه سالات میوه به مو اندازه مزه‌دارتر و خوبتر آماده میشه. خب یک دو دانه کیله دیگه هم باید بالاش اضافه کنیم به خاطر که ما که دیدیم که کیله کم کمتر معلوم میشد. خب یک دانه دیگه هم دو دانه دیگر هم پلاش اضافه کردیم. خب این شکل حالا دیگه نوبت به این رسیده که توت زمینی رو پلاش اضافه کنیم. زمینی هم اضافه شد. اینو مکس میکنیم. دیگه سالات میوه انشالله که آماده است. حالا دیگه به خاطر دیزاینش میتونیم که از مالتا استفاده کنیم و یا از دیگه میوه‌جات هم میتونیم که استفاده کنیم، ولی مهم گیست که دائم که آشپزی میکنیم آشپزخانه رو باید کوشش زیاد کنیم که آشپزخانه رو پاک نگاه کنیم. یک سلیقه یک آشپز است، سلیقه یک دختر خانم است. این به این شکل مالتا را هم پوست میکنیم. هم میتونیم که از مالتا
توته کرده و داخل سالات استفاده کنیم و هم میتونیم به خاطر دیزاین سالات میوه که دیزاین بسازیم یک دیزاین بتیمش میتونیم که از مالتا استفاده داشته باشیم. خب پوستای مالتا رو دور کنیم. شد توته. حالا یک دونه عقاب باید بیاریم. اینو به این شکل سالات میوه را داخل عقاب اضافه کرده. اینو به این شکل هم میتونیم استفاده کنیم و همکار عزیز ما اجمل جان هم یک دانه یک دیش آورده. دیگه نمیفهم که خانه میبره و یا جای دیگه میبره. خب پیش از پیش دیش همینجا رسیده برامون. خب دوستای عزیز میتونیم که از کریم هم بالاش اضافه کنیم. به این اندازه کفایت میکنه و در صورت کریم نباشه مشکل نیست. به اون رقم که سالات میوه رو آماده ساختیم به اون شکل سالات میوه رو آماده میسازیم. دوستان عزیز خدا کنه که مورد علاقتون قرار گرفته باشه و همچنان تشکری میکنیم از مکرونی تمنا. دوستان عزیز شما از مکرونی تمنا در خانه استفاده کنین، غذاهای مختلف آماده بسازین که هم اقتصادی و هم با کیفیت میباشن. خب دوستان عزیز سالات میوه‌ای را آماده ساختیم، غذاهایی که شما می‌خواهید که ما براتون آماده بسازیم در صفحه فیسبوک و یا یوتیوب در قسمت کامنت نام غذا را نوشته کرده. ان شاء الله ما کامنت‌های شما را می‌خوانیم و غذا را براتون آماده می‌سازیم. تا برنامه بعدی خداحافظ و نگهدار. لالیدلمو مننه. تمنا مکرونی ده هر دو سرخان لپاره مکمل خواړه. دغه خبرونه تاسو ته د تمنا مکرونی لخوا وړاندې شوه. تمنا د ټولو خواړه.